اشکالات قابل توجهی هم شکلی هم ماهوی در قرارداد دیدیم که به تفصیل بازرس کل مربوطمون توضیح دادن که خب واقعا این شاید بشه گفت از مصادیق قراردادهای ترکمنچای بوده. 6 بازی 2 باخت بیش از 6 میلیون یورو جریمه. با رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران و یک وکیل قرارداد جنجالی مارک ویلموت سرمربی سابق تیم ملی ایران را بررسی می‌کنیم. در ادامه برنامه امشب. درخواست لوکاشنکو برای سرکوب معترضان در بلاروس. اتحادیه اروپا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را به رسمیت نشناخت. زخمی تاریخی بر پیکر بیروت. یونسکو میگوید بیش از 640 بنای قدیمی به شدت آسیب دیده. کاملا معلوم بود که تقاضای غیر اخلاقی از من داره و من به چه سختی این شرایط رو رد کردم، چون نمیتونم باش دعوام. از فشار مضاعف تا احساس شجاعت، چالش های پیش روی قربانیان آزار جنسی در ایران که سکوت خود را میشکنند چیست؟ و تپش نوت ها، آهنگسازی که از صدای ضربان قلب های بیمار موسیقی می سازد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. جریمه پشت جریمه، باخت پشت باخت در خارج از زمین فوتبال. یک مربی در 4 بازی رسمی روی نیمکت ایران می نشیند و تیمش 2 بار می بازد. ایران چقدر باید بابت این کارنامه ضعیف به این مربی بپردازد؟ بیش از 6 میلیون یورو جریمه. قرارداد مارک ویلموت سرمربی پیشین تیم ملی با فدراسیون ایران فسخ شده، اما حواشیش ادامه دارد. چه کسی این گل ویران کننده را به فوتبال ایران زده؟ همه به دنبال مقصر می‌گردند، از نویسندگان قرارداد تا مسئولان فدراسیون فوتبال. فوتبالی که در سالهای اخیر پرونده‌های مشابه زیادی به خود دیده. شمار مربیان و بازیکنانی که تا به حال از فوتبال ایران شکایت کرده اند از یک تیم کامل فوتبال هم بیشتر است. اما دلیلش چیست؟ مدیران ناکارآمد و غیر ورزشی یا ساختار پر اشکال ورزش ایران؟ با یک وکیل آشنا به پرونده و کسی که زمانی در رأس فدراسیون فوتبال ایران بوده در این مورد صحبت خواهیم کرد. رستم صدنا، وکیل ورزشی که با پرونده‌های مشابه در دیوان حکمیت ورزش سر و کار داشته، از لندن گفتگو می‌کنیم. آقای صدنا، خوش آمدید به برنامه. ابتدا از اینجا شروع بکنیم که وقتی شکایتی از فدراسیون فوتبالی مطرح میشه، چه مراحلی رو طی می‌کنه، چه روندی اتفاق افتاده؟ بله، فکر میکنم که دعواهای بین فدراسیون‌های ملی و مدیران تیم‌های ملی اونها نسبتاً رایج هست و قوانین فیفا میگه که کمیته بازیکنان و مربیان فیفا وظیفه‌اش این هست که بیاد این رو بهش رسیدگی کنه و اون وقت یکی از طرفین باید یک تقاضایی بکنه، یک شکایتی رو مطرح کنه و اون وقت فیفا باید بیاد به اون پاسخ بده و به طرف مقابل اجازه بده که به صورت کتبی به این شکایت پاسخ بده. در نهایت امر معمولا تصمیم گیری فیفا بر اساس شواهد و استدلال‌هایی است که دو طرف به صورت کتبی مطرح می‌کنند و خب شواهد ادله رو بررسی می‌کنند در هر مورد، اما شنود یا جلسات حضوری به اون صورت وجود نداره. Sure.
قرارداد طبیعتاً باید قرارداد محرمانه است، بنابراین من شخصاً امکان مطالعه اون رو نداشتم. اما اگر فیفا در نهایت به نفع آقای ویلموتس رأی داده، به نظر میرسه که اونها اعتقاد داشتن که فدراسیون ایران عدول کرده از تعهدات قراردادی خودش و بنابراین پاسخ اونها یا جبران اون این مبلغ بیش از 6 میلیون یورو است که طبیعتاً مبلغ قابل توجهی است. و خب سوالی که الان مطرح میشه که این 6 میلیون یورو رو چطوری محاسبه کردند؟ پاسخ کوتاهش فکر میکنم این باشه که خب به خودش بستگی به اون قرارداد داره و دعوایی که بین دو طرف بوده. از طرف دیگر یکی دو مورد دیگر میتونه مطرح شده باشه. یکی این که 6 میلیون یورو میتونه مبلغ باقی مونده ارزش قرارداد آقای ویلموتس بوده باشه. بنابراین اگر به عنوان مثال آقای ویلموتس قراردادش رو در میانه سال 2019 امضا کرده و بعد در 2020 این قرارداد فسخ شده، خب طبیعتاً یه چند سالی از این قرارداد باقی بوده وقتی که قرارداد پایان داده شده بهش. بنابراین این 6 میلیون معادل اون باقی مونده ارزش باقی مونده قرارداده. یا اینکه میشه گفتش که این 6 میلیون رو اینطور محاسبه کردن که بخش یک جور بخش بوده از یک خسارت یا غرامت یا بندی که در اون قرارداد بوده باشه که به غرامت یا خسارت احتمالی اشاره میکنه که اگر فدراسیون میخواسته که قرارداد رو فسخ کنه اون وقت میبایستی که این پول رو پرداخت میکرده به مربی. بنابراین فیفا و دادگاه داوری ورزشی موارد اینچنینی رو در گذشته باش آشنا بودن، اما در بعضی موارد هم بوده که این بندها رو نادیده گرفتن. ایران الان چه کار میتونه بکنه؟ آیا این حکم قطعیه و ایران دستش به هیچ جا بند نیست؟ نه، اینطور نیست. قطعی نیست. تصمیم قطعی نیست. تصمیم این کمیته فیفا نهایی نیست و میشه تقاضای فرجام کرد. فدراسیون فوتبال ایران میتونه این رو به دادگاه داوری ورزشی یا به اصطلاح کس مستقر در لوزان ببره. به نظر میرسه که اولین کاری که فدراسیون ایران باید بکنه اینه که از فیفا دلایل این تصمیم خودش رو بخواد و اون وقت جزئیات این دلایل رو به صورت کتبی برای اینکه نشون بدن که چطور شده که فیفا به این تصمیم رسیده رو بعد در اختیار ایران قرار بدن. اون وقت فدراسیون ایران از زمانی که این تصمیم به صورت کتبی ابلاغ شد 10 روز فرصت خواهند داشت. بنابراین اگر که تصمیم رو امروز بهشون ابلاغ بشه 10 روز وقت دارن که از فیفا دلایل فیفا رو بخوان و بعد اگر چنین تقاضایی رو نکنه در این مقطع 10 روزه اون وقته که تصمیم فیفا الزام آور و قطعی میشه و به این معنی است که ایران از تقاضای خودش برای فرجام خواهی در دادگاه داوری ورزشی صرف نظر کرده. این اتفاق مثلا در سال 2009 افتاد وقتی که در اون زمان ایران چنین تقاضایی رو نکرد، یا اگر کرد تقاضا رو اما در مورد مربی اون زمان خودش که برانکو ایوانکوویچ بود اگر اشتباه نکنم تقاضای دلال فیفا رو کرد، اما در محدوده 10 روزه تقاضا نکرد و در نتیجه حق خودش رو از دست داد. اما وقتی که فدراسیون اون وقت دلایل فیفا رو دریافت کنه اون وقت یک مهلت 21 روزه داره که این فرجام خواهی خودش رو به کس یا دادگاه داوری ورزشی ببره و اون وقت به آقای ویلموتس فرصت داده خواهد شد که دلایل خودش رو مطرح کنه و اون وقت پنل ها یا هیئت های شنود کس یا دادگاه داوری ورزشی به جریان خواهند افتاد و به طور متوسط فکر می کنم که همچین فرایندی حدود 6 تا 12 ماه طول بکشه، اما خب این یک عدد تقریبی است، ممکنه که طولانی تر باشه یا سریع تر باشه. اما اگرچه کس یا دادگاه داوری ورزشی چنین تصمیمی رو میتونه
اعلام کنه. باید بگم که یک قسمت ماجرام بحثش مربوط میشه به سیستم قضایی سوئیس و دادگاه عالی سوئیس. اما به طور سنتی امکان اینکه بعد از این جای دیگری ببرن کم هست. بنابراین میشون بگیم که کس در واقع احتمال خیلی خیلی زیاد ایستگاه آخر خواهد بود. اما به هر حال ایران میتونه بعد اون رو به دادگاه فدرال سوئیس هم ببره به عنوان فرجام خواهی بعد از اینکه کس نظر خودش رو اعلام کنه. اما فعلا اولین قدم کس یا دادگاه داوری ورزشی است. عده‌ای در ایران ادعا می‌کنند که تصمیم فیفا تصمیم سیاسی بوده و در پرونده‌های اینچنینی اغلب طرف کشورهای غیر ایرانی رو می‌گیره. چقدر به نظر شما این ادعا قابل قبوله؟ به نظر من دلیلی نیست که فیفا بخواد در این مورد به صورت مغرضانه یا یک طرفه و غیر بیطرف عمل خواهد کرد. فدراسیون از فیفا ازش انتظار میره که به عنوان فدراسیون بین المللی بیطرفانه عمل کنن و خب چیزی اگر بخوام مستقل عمل نکنن چیزی برای به دست آوردن ندارن. بنابراین من نمیدونم که این ادعاها چه مبنایی دارن، اما در حال طرفین این ماجرا هم فدراسیون فوتبال ایران حق داره که تقاضای فرجام کنه و دقیقا فلسفه این فرآیند فرجام اینه که اگر بی‌عدالتی روا شده باشه انجام شده باشه جبران بشه و خب این قانون هست و هر دو طرف میتونن که به وکلای خودشون رجوع کنن و دلایل خودشون رو ارائه کنن. بنابراین در نهایت مسئله بی‌طرف نبودن فیفا واقعا وارد نیست به نظر من و در نهایت قضیه به دادگاه داوری ورزشی میتونه بره. آقای صدنا اشاره کردید در ایران این اتفاق برای اولین بار نیست که میفته، چندین و چند محکومیت ایران داشته در پرونده های مشابه. فکر میکنید علت چیه؟ ناآشنایی به مراحل حقوقی پرونده؟ سوال سختیه. فکر می‌کنم بیشتر بحث عمل کردن و پیروی از قراردادی باشه که اگر هر دو طرف به عنوان قرارداد الزام‌آور بهش متعهد شدن و امضاش کردن، خب هر دو طرف باید بهش پایبند باشن، مگر اینکه در اون یک اصلاحیه انجام بشه. اگر که طرف ایرانی قصد این رو داشته که همه مفاد این قرارداد رو بهش عمل کنه، مثلا دستمزد ایشون رو بپردازه همش رو و به موقع هم بپردازه، این هم حتی کافی نیست اگر که بخش از اون قرارداد بهش عمل نشه. بنابراین من در نهایت بحث اینه که آیا شما اون قراردادی رو که امضا کردید خوب میشناسید و میتونید بهش عمل کنید یا نه. متشکرم رستم صدنا، وکیل ورزشی با ما. و ما داریوش مصطفوی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران از تهران با ماست. آقای مصطفوی همچنین از سال 1373 تا 1377 عضو کمیته فنی فوتبال آسیا هم بودند. آقای مصطفوی خوش آمدید به برنامه. فکر میکنید که علت تکرار محکومیت ایران در پرونده های این چنینی چیه؟ به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. ببین حضور مربی خارجی در کشور ما یه چیز تازه ای نیست. ما از سال 1330 این چیز حدود 60 سال 69 سال 70 سال پیش مربی خارجی وارد مملکت ما میشده، حقوق میگرفته، کارشو میکرده، میرفته. به این درد سرهایی که امروز و این چند سال به خصوص بعد از انقلاب اومدن کسانی که منظورم فدراسیون نیست، مدیر عامل آن باشگاه هست که اکثر مدیر عامل آن باشگاه اینا فوتبالی نیستن. مشکل درست این که وقتی که شما توی کاری تخصص کافی نداشته باشی و بخوای ادامه بدی این کار و به نحو احسن انجام بدی. ببینید ماساروش توی این مملکت اومد، کیروش نظر میخواد، آقای رایکوف اومد، آقای سوچ اومد،
و بعد در نهایت در آخرین ها آقای کیروش و آقای وینوس. خب چرا باید این اتفاقات تو این روزها بیفته، تو این سالها بیفته؟ خب تخصص کار دست کاردانش نیست، من فدراسیون نیست، شاید فدراسیون کمترین گناه رو تو این ماجراها داشته باشه، ولی به هر صورت وقتی شما کساری گذاشتی سر کار، ببینید نحوه اردن مربی برای تیم ملی اینه که کمیته فنی فوتبال هر مملکتی تصمیم میگیره که یک دو سه نفر رو به اعضای هیئت رئیسه معرفی کنه. اعضای هیئت رئیسه طی گزارشی رئیس فدراسیون رو در جریان میذارن برای قراردادی. اگر این سیکته شده، یعنی کمیته فنی کارش رو آقای محسس، آقای محمدی اینا کار خودشون رو خوب انجام دادن، خب این سیکته که قابل بررسیه که تقلب کجا صورت گرفته. ولی اگر شما شنیدی که کمیته فنی گفت من در جریان نیستم، اول باید بری به کسی، به اون کمیته فنی که عرضه قرار گرفتن تو ماجرای تعیین و انتخاب سرمربی تیم ملی رو نداشته، این یکی، یعنی اساس کار. دوباره من نوع تیپ قرارداد هایی شما بیبندیم، آقا گفتن شما فرمودین سیاسی نیست، من به شما میگم سیاسی هست. حالا چرا سیاسی هست؟ من ممکنه دلخوشم از این ماجره ها نداشته باشم، ولی چرا سیاسی هست؟ به خاطر که این جریان رو باید سه تا قاضی بررسی میکردن، رأی سه تا قاضی پای پرونده بود ولی یک قاضی بررسی کرده. ببینید مهمترین اشکال این مملکت با اینه که متخصصین سر کار نیستن، اینه که ما نمیتونیم دل ببندیم به آدم هایی که میان به عنوان وکیل فدراسیون تو ماجرا قرار میگیرن. شما ببینید وکیل های فدراسیون توی ماجرا، طرف مقابل ما که خانم آقای بیلوس باشه، یک وکیل قوی عضو کمیته حقوقی سنای بلژیک در بروکسل، از این بر 400 صفحه اینا برای خودشون دادخواست تهیه کردن، اومده دست خب مصطفی فکر می‌کنید علت اینکه فدراسیون به هر حال قرارداد یک سند حقوقیه، چرا فدراسیون نمیره فرضاً حقوقدان‌های بین‌المللی بیاره، همونطور که مربی خارجی میاره حقوقدان خارجی هم بیاره، وقتی سندی به ارزش چند میلیون یورو داره امضا میشه مطمئن بشن که این سند قابل اطمینانیه؟ درست می‌فهمید، من خدمت شما رفتم. ببینید قرارداد آقای بیلموس چند بود اشکال داره. بود اولش اینه که گفتن آقا اگر آقای بیلموس سه ماه حقوق نگیره این میتونه بره 4 سال حقوق خودشو کنه. یه قرارداد یه بند دیگه هم داره که به نام سرتنفی، البته شما انگلیسی خوب هست و من انگلیسی خوب نیست، سرتنفی یعنی معامله میکنن، مصالحه میکنن. تا اونجا که من اطلاع دارم روزی که اعضای فدراسیون فوتبال برای فسخ قرارداد با آقای بیلموس رفتن به ترکیه و 2 میلیون یورو هم با خودشون بردن، صداقت خودشون نشون دادن و این پول رو به آقای بیلموس پاسندن، آقای بیلموس به اینا گفته بریم بذاریم تو بانک زراعت ترکیه چکشو برای من بدن، اینا رفتن گذاشتن تو بانک زراعت پولو بردن تقدیم آقای بیلموس، در عرض 2 ساعت ایشون خب آقای خوشه که تیم و کلای قوی وجود دارن. فدراسیون ما چی؟ فدراسیون ما نمیتونه این کار داشته باشه. اگه فوتبال بخواد بگرده که با 400 میلیون 500 میلیون 1000 میلیون تومان که نمیتونه فوتبال بگرده. فوتبال امروز بحث گردش مالی بسیار بزرگه. برای من خدمتتون عرض کنم بله ما اشکال داشتیم، یک کمیته فنی نیومده صحبت بکنه، دو به رئیس مربی معرفی نشده، سه هیئت رئیسه هم نتونسته به رئیس برسونه گزارش جامعه بده، اینا همه در یه بعد زمانی بسیار کوتاه. چون بعد از اینکه آقای کیروش رفت، مردم طبق نظر خواهی که از تلویزیون شد همشون مربی خارجی میخواستن. من نمیدونم چه تاجی میگوی مربی خارجی به سر ما زده، همه، یعنی شما فکر کنید 98% مردم مربی خارجی میخواستن و به خاطر این هم فدراسیون مجبور شد دنبال مربی خارجی. مربی اول فدراسیون فوتبال ایران آقای لوپتکی بوده. وقتی میرن با آقای لوپتکی صحبت میکنن، آقای لوپتکی مرضی پدرش رو حتی حاضر بودن تا 2-3 میلیون دلار هم بهشون بدن، ولی مرضی پدرش رو بهانه میکنه نمیان ایران، نیومد ایران. بعدش آقای زنار بوده، ایشون هم مرا کشید تو ملاوی تیم ملی، نیومد ایران. اینا توی یه منگنه بودن که باید این کار رو درست انجام بدن، درست انجام نشده. من دفاع نمیکنم از این موضوع، من میگم هر کسی که اومده و کار خراب کرده اول سرش کمیته فنیه و تهش هم
فدراسیون فوتبال باید بیان جواب. ولی اینکه مردم اینقدر شروع میکنن راجع به این موضوع روزنامه ها میپردازن، من نمیگم چیز زیادی نیست، من نمیگم پول زیادی نیست، ولی شما ببینین اگر ما اون بند رو تو قرارداد نمیذاشتیم که اگر سه ماه ما حقوق شما رو نذاشتیم، تمام گرفتاری فدراسیون فوتبال مال اون سه ماه. بله اگر اگر میشه کوتاه بفرمایید، منتها مسئله اینجاست که این اتفاق فقط در رابطه با مربیان و بازیکنان خارجی اتفاق نمیفته، خیلی از بازیکنان داخلی هم پرداختاشون رو دریافت نمیکنن، اما به دلیل اینکه ناچارن در فوتبال ایران باقی بمونن سکوت میکنن، چشم پوشی میکنن، اونها دستشون به حقوقدان های بین المللی نمیرسه مثل آقای ویلموتس که حقشون رو بگیرن. چرا داره تکرار میشه این مسئله در فوتبال ایران؟ اگر کوتاه ممکن. یه سوالی هست که نمیتونم خیلی کوتاه جواب، ولی سعی میکنم. اونها هم حق خودشونو میگیرن به هر شکلی، چون فیفا یه سری قوانین و مقرراتی داره که خیلی محکم و اصلا نمیتونی درش تغییراتی وجود بیاری. همه این داستان ها، همه این داستان ها مال سوء مدیریت در فوتبال مملکت ماست. یعنی وقتی که شما آدم های نابجا رو گذاشتی مدیر عامل باشگاه، وقتی که شما امکانات مالی در اختیار مدیر عامل باشگاه دارم که بلد نبودن خرج کنم، من نمیتونم دلم رو به شما بگم، ولی همینجور به شما میگم که از ماست که بر ماست. یعنی ما نتونستیم آدم بسازیم، ما یه آدم قبیم ده تا آدم قوی تو فوتبال نتونستیم بسازیم. شما نگاه کنیم رؤسای فدراسیون رو بعد از انقلاب ما از کجا هم اومدن، آخر کجای مملکت میرن از بانک مرکزی میارن کنن رئیس فدراسیون، کجای مملکت میان از حزب مشارکت میارن میکنن رئیس فدراسیون فوتبال. بابا اینا هر کدوم در دنیا یک حساب و کتاب داره، وقتی شما حساب و کتاب نداشتی میخوری به بنبست، و ما امروز خوردیم به بنبست. توجه میکنین این آقای که شما آوردین با کمال احترام شما، ایشون یه سری قوانین و مقررات فیفا رو به شما اعلام کردن، درسته ما الان یه جا داریم به نام کس باید بریم شکایت کنیم، از اونجا دادگاه عالی سوئیس میتونیم شرکت کنیم، ولی اگه بررسی اون دو جا هم مثل این یه جا باشه، من دفاع نمی کنم خانم، ولی من میگم باید سه نفر دفاع میکردن، سه تا قاضی اونجا میذاشتن، باید به ما وقت میدادن. ما سه روز وقت داشتیم که 400 صفحه نوشته های خانم آقای ویلموتس و تیم حقوقیش جواب بدیم. این سه روز ضمن اینکه وکلای ما هم وکلای خوبی نبودن، بلد نبودن، اگر بلد بودن سپاسگزارم. داریوش مصطفوی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران، ممنون از شما. اتحادیه اروپا میگوید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بحث برانگیز بلاروس را به رسمیت نمیشناسد و عوامل سرکوب اعتراضات و تقلب در انتخابات را تحریم خواهد کرد. بلاروس 10 روز است که شاهد اعتصاب‌ها و اعتراضات گسترده علیه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بوده. سفتلانا تیخانوسکایا رهبر مخالفان دولت بلاروس از رهبران اروپا خواسته بود پشت معترضان بایستند. همزمان الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس مخالفان را به تلاش برای کودتا تا متهم کرده و دستور سرکوب آنها را داده. باران عباسی گزارش می‌دهد. فریادی آشنا در خیابان‌های مینسک، درخواست کنارگیری رئیس جمهوری. 10 روز اعتصاب و اعتراض در پی انتخاباتی که الکساندر لوکاشنکو را بار دیگر برنده اعلام کرد. کسی که مخالفان می‌گویند با تقلب به صندلی قدرت تکیه زده. بحرانی بی سابقه در بلاروس که اتحادیه اروپا را به فکر یافتن راه چاره انداخته. امروز نشستی مجازی با شرکت رهبران اروپایی. نشستی که رهبر مخالفان بلاروس و رقیب انتخاباتی الکساندر لوکاشنکا هم به آن چشم دوخته. سفتلانا تیخانوفسکایا که بعد از انتخابات مجبور شد به لیتوانی فرار کند، در پیامی به زبان انگلیسی مستقیما اتحادیه اروپا را خطاب قرار داده. از شما درخواست میکنم این انتخابات جعلی را به رسمیت نشناسید. آقای لوکاشنکو هیچ مشروعیتی نزد مردم بلاروس و جهان ندارد. رهبران محترم اروپا، از شما درخواست میکنم از بیداری مردم بلاروس حمایت کنید. از همه کشورها میخواهم به اصول قوانین بین المللی، حق حاکمیت بلاروس و انتخاب مردم بلاروس احترام بگذارند. بلاروس
خانم تیخانوفسکایا میگوید برای انتقال صلح‌آمیز قدرت شورای 35 نفره تشکیل داده تا انتخاباتی جدید برگزار شود. انتخاباتی که به گفته او دموکراتیک و با نظارت بین المللی خواهد بود. چیزی که مخالفان میگویند در انتخابات قبلی به چشم نمیخورد. انتخاباتی که بر اساس نتایج رسمی 80% مردم به آقای لوکاشنکو رأی دادند. کسی که بیشتر از هر سیاستمدار اروپایی دیگری در قدرت بوده و همچنان خود را رهبر مشروع بلاروس می‌داند. یه به اصطلاح شورای درست کردن و میگن قرار مثلا برای انتقال قدرت باشه. به ما میگن باید قدرت رو تحویل بدیم. واضحه که این اقدام به کودتاست و عواقبش هم معلومه. میخوام به اونایی که به این شورای هماهنگی ملحق شدن هشدار بدم که ما باهاشون برخوردی متناسب بر اساس قانون اساسی انجام میدیم. اونقدر دستمون باز هست که بتونیم اونایی که دنبال دردسر میگردن و سر جاشون بشونیم. هشداری که فعلا نتوانسته معترضان را به خانه بازگرداند. بعد از یک ربع قرن زندگی تحت حاکمیت تنها یک رئیس جمهوری، حالا نور امیدی در دل آنهایی که می‌خواهند پایان بخش دوران کسی باشند که آخرین دیکتاتور اروپا لقب گرفته. باران عباسی، بی بی سی. مارگاریتا مالیوکووا از بخش مانیتورینگ بی بی سی از کیف با ما. از خانم مالیوکووا تحولات بلاروس رو از پایتخت اوکراین دنبال میکنند. خوش آمدید به برنامه. ابتدا از آخرین وضعیت بگید. میدونیم که آقای لوکاشنکو دستور داده که برخورد جدیتری با معترضان بشه. آیا این منجر به کاهش اعتراضات شده؟ Not so far. Protests have been quite widespread today. همچنان گسترده بودن امروز و ادامه دارن. Judging by how the momentum has been so far, جوی که حاکم هست و اشتیاقی که مردم نشون دادن نگاه کنیم، به نظر میاد که اعتراض ها قراره که ادامه داشته باشن. واکنش اتحادیه اروپا و اعلام تحریم هایی از جانب اتحادیه اروپا چه تأثیری میتونه بر اعتراضات داشته باشه؟ It was certainly a strong message of support. However, you have to remember that اما خب از طرف دیگه باید به خاطر داشته باشیم که بلاروس در گذشته هم تحت تحریم بوده و این هرگز رفتار الکساندر لوکاشنکو رو عوض نکرده و مانع از این نشده که او آزادی های شهروندان بلاروس رو سرکوب کنه یا نقض کنه. بنابراین اگر الان به جدیت و عزمی که لوکاشنکو از خودش نشون میده برای حفظ قدرت، به نظر میاد که میتونیم این فرض رو داشته باشیم که این تحریم ها تأثیر خاصی روی او نخواهند گذاشت، همونطور که در گذشته هم نداشتن. آقای لوکاشنکو مخالفان رو به تلاش برای کودتا متهم کرده. آیا شما نشانه های مبنی بر چنین ادعایی میبینید؟ No, the opposition has denied that it is trying to stage a coup. انکار کرده و رد کرده که میخواد کودتا کنه. سویتلانا تیخانوفسکایا گفته که میخواد که یک گزار صلح‌آمیز به گزار صلح‌آمیز قدرت رو شاهد باشه و ما خوب دیدیم که رهبران اپوزیسیون و فعالان مدنی جامعه مدنی همشون ابراز کردن که میخوان که شرایط به صورت صلح‌آمیز تغییر کنه. بنابراین نه، هیچ نشانه از تلاش برای کودتا وجود نداره. دستور آقای لوکاشنکو برای برخورد آیا ممکنه منجر به تشدید درگیری ها بشه؟ So far, it may be too early to tell. پایین جو شاید بگید که یک مقدار زوده که قضاوت کنیم، اما همونطور که میبینید سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف گفته که هیچ نیازی به این نیست که روسیه از نظر نظامی وارد عمل شه. بنابراین بلاروس نمیتونه اون نوع کمک خارجی رو انتظار داشته باشه در حال حاضر. بنابراین تنها چیزی که لوکاشنکو داره از
جانب نیروهای انتظامی و وفاداران خودش هست در داخل کشور، ولی خب شاهد این بودیم که بعضی از مقام‌های بلاروس هم به سمت دیگر رفتن، به مخالفان پیوستن. مثلا رهبر پلیس، رئیس پلیس شهر گروتنو امروز عذرخواهی کرده بابت برخورد و سرکوب معترضان. بنابراین شرایط همچنان خیلی متشنج هست و خب با وجود این پیوستن اعضای دستگاه قدرت به طرف مقابل، الان روشن نیست که آیا این دستورها و فرمانهای لوکاشنکو تا چه اندازه مؤثر خواهند بود و بهشون عمل خواهد شد. متشکرم مارگاریتا مالیکووا از بخش مانیتورینگ. با گذشت بیش از یک هفته از انفجار بیروت، ابعاد حادثه هر روز بیشتر و بیشتر مشخص می شود. یونسکو می گوید بیش از 640 بنای تاریخی به شدت آسیب دیده و دست کم 60 تای آنها احتمالاً قابل مرمت نیست. خبرنگار ما نفیسه کوهنورد به محله‌ای رفته که بیشتر بناهای تاریخی در آن بود و با ساکنان محله صحبت کرده که می گویند این انفجار از تمام جنگ هایی که پشت سر گذاشته اند تکان دهنده تر بوده. تن بیروت این روزها زخمی تر از همیشه است. انگار برای شهری که چندین جنگ را پشت سر گذاشته دیگر رمقی نمانده. انفجار مهیب بندر بیروت به بیش از 8000 بنا آسیب زده. در میان ویرانه ها ده ها اثر تاریخی که هویت شهر را می ساختند. ما به محله جمیزه آمده ایم، محله‌ای که تا پیش از انفجار پاتوق پیر و جوان بود و روز و شبش سرشار از زندگی. هر گوشه این محله به تنهایی نشان از خاطرات تک تک شده شهر دارد. با ما همراه شوید تا روایت اینجا را از زبان اهالیش بشنوید. تونی و دوستش موهایشان را در خیاطی محله سفید کرده اند که بیش از نیم قرن قدمت دارد. چوب این ویترین 60 سال همراه ما بود. شاید به نظر بقیه فقط یک تکه چوب بی‌ارزش باشه، اما وقتی کسی هر روز صبح و شب نگاهش کرده باشه بهش وابستگی پیدا میکنه. الان دارم میبینم که دارن دور میریزنش و احساس میکنم یکی رو از دست دادم. میدونم برات عجیبه، اما من حس میکنم انگار دارم عزیزی رو دفن میکنم. انفجار کام همه را اینجا تلخ کرده، اما خیلی ها آستین بالا زدند تا شاید میراث زخم خورده‌شان را از مرگ حتمی نجات دهند. میراثی مثل این رستوران، لوشف یا سراشپز که حتی در زمان جنگ داخلی لبنان با غذاهای خانگی و سنتی خوشمزه لبنانی میزبان مشتریانش بود. This restaurant is like institution of this area. This restaurant is این رستوران بخشی از هویت این محله است. خانواده‌ام 53 سال قبل این رو انداختن. پدر و عموها هم همه اینجا کار کردن. در این سالها بارها اینجا صدمه دیده، اما حتی موقع جنگ داخلی مشتری از هر طرف دعوا قائمکی می اومدن اینجا غذا می خوردن. ما همه اون لحظه های بد رو شاهد بودیم و پشت سر گذاشتیم، اما این آخری بعد از کرونا و بحران اقتصادی اومد که کمرمون رو شکسته بود. ما دیگه نمیتونیم ادامه بدیم، دیگه نمیتونیم مقاومت کنیم. میبینین چی شده؟ همه محله نابود شده. واقعا هنوز نمیدونیم چی شده. از خدا ممنونیم، از مریم مقدس ممنونیم که کمک کرد من و کارکنانم زنده بمونیم. Continue. We can't resist. We can't. What happened? What happened? All the area, everything is down. Every where it's. We don't know what happened. I don't know. Yani, oh, thanks God. Thanks our Mary. She's helped me. I am alive and all the stuff.
بیشتر خانه ها و ساختمان های قدیمی بیروت در برابر چندین جنگ از جمله بیش از یک دهه جنگ داخلی و نبرد با سوریه و اسرائیل مقاومت کردند. اما بعضیشان این بار دیگر توان ایستادن ندارند. یونسکو میگوید دست کم 60 بنای تاریخی بیروت با خطر ویرانی کامل مواجهند. این خانه حدود یک قرن پیش ساخته شده. نزدیکیش به محل انفجار به آن آسیبی جدی زده. اون لحظه خیلی وحشتناک بود. با کلمات نمیتونم توصیفش کنم. در یک لحظه پسر و خانواده‌ام جلوی چشمم اومدن و حس کردم دارم میمیرم. خون همه جا رو گرفته بود. این خونها رو پاک نمی کنم تا بفهمن چی به سرمون آوردن. واقعا کلمه ها یاری نمی کنه. این ساختمان تقریبا 95 سال عمر داره. انگلیسی ها زمان جنگ جهانی دوم ازش استفاده می کردن. یکی از قدیمی ترین و مهمترین معماری ها در محله بود. خیلی ساختمان قوی بود. اما دیگه نمیدونم آیا قابل زندگی هست یا نه. مهندسا باید بیان و چک کنن. اما الان به نظر هر آن ممکنه فرو بریزه و ما نمیدونیم سرنوشتمون چی میشه و چطور میخوایم به زندگی ادامه بدیم. حالا ما معرف ما کثیر واسعين احنا بس انه ما عندك غير انه توصل تنطر لا يجي يكشفوا ويصوروا. ما اعتمادی به این دولت نداریم که بیاد بگه اینجا قابل زندگی هست یا نه. اما چاره ای جز صبر هم نداریم تا بیان و بررسی کنن. معلوم نیست کی میخواد اینجا رو ترمیم کنه، اگه قابل ترمیم باشه. من مثل اونایی که میگن این کشور قابل زندگی نیست و باید ترکش کنیم نیستم. این کشور ماست، هتل نیست. ما صاحب اینجاییم، ما صاحب این سرزمین و صاحب این دریاییم. چیزایی که میخوان ازمون بگیرن. ما اینجا میمونیم و این اون سردمداران بیکفایتن که باید لبنان رو ترک کنن. بعد این انفجار جوونهایی مثل من دیگه عقب نشینی نخواهند کرد. این ویرانی ما رو قوی تر میکنه. انشالله ما به خواستمون میرسیم و اون چه اتفاق افتاد مثل مشت آخر به صورت اونهایی خواهد بود که ما رو به این روز انداختن. بسیاری از ساکنان این محله از پیمانکارانی شکایت میکنند که از فردای روز انفجار دم در سبز شدند و از آنها خواستند تا خانه هایشان را بفروشند. حالا کسانی مثل ماریان و همکارانش که مهندس معماری هستند تلاش میکنند تا جای ممکن با فرصت طلبان مقابله کنند. وقتی این انفجار رخ داد میدونستیم که خیلی‌ها به فکر سودجویی از میراث تاریخی و خونه‌های قدیمی ما خواهند افتاد. دقیقاً کاری که در زمان جنگ‌های دیگه در مرکز شهر کردند و بافت قدیمی اون رو از بین بردن. اونا میخوان همه ی خونه ها رو بکوبن و بیروت جدیدی بسازن که هیچ ربطی به خاطرات ما نداره. برای همین به عنوان مهندسای معمار و کسایی که مدت‌ها علیه فساد دولتی تظاهرات کردیم، تصمیم گرفتیم جلوشون بیستیم و خونه ها رو داوطلبانه بررسی کنیم و به صاحبانشون بگیم که میشه هنوز ساختمون ها رو نجات داد و هنوز میشه در اون زندگی کرد. از این طریق ما تلاش میکنیم که خاطرات و میراثمون رو حفظ کنیم. اونا نمیخوان ما این کارو بکنیم و همچنان پیمانکار میارن که به خواسته خودشون برسن و مردم رو مجبور به فروش و ترک محله کنن. اما دیگه اجازه نمیدیم این کشور رو ویرانتر از این بکنن. به حد کافی به همون ضربه زدن. دیگه کافیه. این روزها خشم را میشود در کوچه ها و خیابان های بیروت حس کرد. خستگی از ساختن دوباره و دوباره. بازسازی شهر میلیاردها دلار هزینه میبرد و سالها زمان میخواهد. اینجا خانه پدری نلیست که بیش از 60 سال در آن زندگی کردند. موقع انفجار بچه ها اینجا که اتاق تلویزیون و نشیمن تابستانی بود مشغول بازی بودند. نلی میگوید برای او و خانواده‌اش این انفجار از همه جنگ‌های گذشته تکان دهنده تر بوده. During the Lebanese war we stayed here. Our house was bombarded 6 times.
ما زمان جنگ داخلی همین خونه بودیم و جنگ های دیگه. 6 بار خونه ما بمباران و خمپاره باران شده و دوباره از اول ساختیم. این بار 7مه که دیگه کامل آسیب دیده. این بار دیگه از درون ویرانی رو حس میکنیم، برای اینکه جنگ تموم شده بود و ما همه چی رو از صفر شروع کرده بودیم. این بار حس میکنیم همه خاطراتمون از بین رفت. همه خاطرات کودکیمون. نسل ما همه جنگ ها رو در لبنان از سر گذروند. ما نمیخوایم نسل جدیدمون همونی رو تجربه کنه که ما کردیم. ما میخوایم اونها یه لبنان قشنگ و در صلح داشته باشن. لبنانی که ما عاشقشیم. خیلی ها مثل نلی نگرانند بیروتی که از ویرانه این انفجار بیرون بیاید دیگر شباهتی به بیروتی که میشناختند نداشته باشد. میترسم که بافت قدیم بیروت و بافت ساکنان اصلیش رو تغییر بدن و خانه های لبنانی رو از بین ببرن. میترسم بعضی از این ویرانه ها بهره ببرن و به جای خونه های ما ساختمان های بلند بی ربط در بیروت بسازن. اما اینی که الان میبینی بیروته، بیروتی که گریه میکنه، اما هنوز بیروته. این کشوری که ما دوستش داریم. من نمیخوام بیروت فقط در عکس ها بمونه. مرثیه بیروت مرثیه خاورمیانه است. خاورمیانه ای که بسیاری از آثار تاریخیش یا قربانی جنگ شدند و یا ناکارآمدی سردمدارانش. برای نگه داشتن آنچه بر جای مانده، این سرزمین نیاز به آرامش، ثبات و تدبیر دارد. هر سه آنچه در خاورمیانه نایاب است. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، بیروت. به تازگی در شبکه‌های اجتماعی بعضی از قربانیان آزار جنسی در ایران تصمیم گرفتند سکوتشان را بشکنند و در این باره صحبت کنند. بعضی این افراد را تشویق کردند و میگویند باید از کسانی که در معرض چنین خشونتی بودند حمایت شود. اما عده‌ای هم میگویند تا زمانی که هر ادعایی در دستگاه قضایی منصفانه و عادلانه بررسی نشود، نباید کسی را در عرصه عمومی متهم کرد. در هر صورت بررسی اتهام آزار جنسی و تجاوز به دلیل ماهیت این جرائم چالش بزرگی است. شبنم شبانی گزارش می‌دهد. خودش طوری رفتار می‌کرد که انگار چراغ سبز می‌داد. لباس کوتاه و یقه بازش رو همه دیدن. من تقصیری نداشتم. خودش با من به خونه اومد، پس حق نداره بگه رابطه جنسی که داشتیم تجاوز بوده. اصلاً تمام این حرفا دروغه. من نه بهش تعرض کردم و نه تجاوز. اگه راست میگه شاهد بیاره. اینها جملاتیه که در بیشتر مواقع میشنویم، توجیه یا انکار واقعه. زمانی که یک قربانی یا آزار اذیت جنسی مهر سکوتش رو میشکنه و از اتفاقی که براش افتاده میگه. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی بحث درباره چندین مورد تعرض جنسی در ایران داغ شده بود. این بحث‌ها از اینجا آغاز شد که شماری از روزنامه‌نگاران زن ایرانی به بهانه روز خبرنگار از تجربه‌های زیسته آزار و اذیت خودشون پرده برداشتند. در این بحث‌ها یک بار دیگه به نتایج تحقیق 6 ماه پیش ماهنامه مدیریت ارتباطات در ایران اشاره شد. اینکه 90% از خبرنگاران شرکت کننده در تحقیق حداقل یک بار در راه تهیه خبر با مزاحمت جنسی روبرو شدند. نکته قابل تأمل اما بازخوردهای منفی شکستن سکوته که فشار بر قربانی رو دوچندان میکنه. از جمله در این مورد بعضی زنانی رو که ساکت نمونده بودند سرزنش کردند که موجب شدند دیگران در این صنف به چشم قربانی یا متعرض دیده بشند. اما آیا چنین اعتراضی موضوعیت داره؟ افراد باید از ترس برچسب خوردن سکوت کنند؟ دو تا مصلحت اینجا در تعارض با هم وجود داره. اول ضرورت افشای متجاوزان و ایجاد حساسیت اجتماعی که بی تردید مؤثره و میتونه کنترل بکنه. و خب نقطه مقابلش هم اینه که همونطور که در سوال شما هم اومده، تبعات و آثاری داره افشای موارد تجاوز. اولا خب فشار خانوادگی و اجتماعی بر افراد وارد میشه که به نوعی انگ میخورن، که خود انگ میتونه که آثار حاصل از تجاوز رو خیلی تشدید بکنه. حتی ممکنه که اون صنف یا مثلا اون قوم یا به اصطلاح اون گروه که قربانی بهش تعلق داره
این انگ رو بخورن که خیلی تبعات سویی داره و سبب تشدید وضعیت میشه، ضمن اینکه همیشه یه احتمال سوء استفاده یا خطا هم وجود داره که اون هم تبعات خودشو داره. بنابراین در واقع ما ناچاریم که به دنبال راه حل باشیم که این دو مسئله رو و تعارض بین اینها رو حل بکنه. اگرچه باز تکرار میکنم بی تردید پیگیری و برخورد با متهمان یه ضرورت اجتناب ناپذیر، یه مسئولیت ملیه. در واقع کسایی که افشا میکنن متجاوزین رو از خود گذشتگی میکنن و برای خیر اجتماعی در واقع سعی میکنن که کنترل بکنن. فتح باب خبرنگاران و صحبت از تجربه های آزاردهنده اونها گره از زبان خیلی از افراد دیگه هم گشود. بسیاری هم از تجربه های خودشون برای ما گفتند، از جمله این تجربه آزار در محل کار. من برای گرفتن یک پروژه به یک شرکتی، یک شرکت بزرگی، حالا نمیگم که چه جور شرکتی هست، مراجعه کرده بودم. از طریق در واقع محل کار قبلی من میشناختمشون، به این هوا رفتم که باهاشون صحبت بکنم و یه پروژه ازشون بگیرم. متاسفانه اون آقایی که سمت بالای مدیریتی هم اونجا داره، با کمال وقاحت وقتی که در واقع محیط دو نفره شد، در رابطه با نمیدونم مسئله بوسیدن و فلان و اینها خیلی راحت بیان کرد و کاملا معلوم بود که تقاضای غیر اخلاقی از من داره و من به چه سختی این شرایط رو رد کردم، چون نمیتونم باش دعوا بکنم، چون اون وقت کارو به من نمیدن و همین که اذیت دارم میشم و شما نمیدونید که آدم باید با چه لطایف و هیلی با این شرایط کنار بیاد که هم طرف کوتاه بیاد و همین که بالاخره موقعیت کاریش لطمه نخوره. یکی از کسانی که از تجربه تجاوز با نام واقعی خودش صحبت کردم یک روزنامه نگاره که از اون چه در 7 سالگی بر او گذشته گفته. از سلماز اکتر پرسیدم چه شد که تصمیم گرفت در این باره بگه و از دیگرانم بخواد که بدون احساس گناه سکوت خودشون رو بشکنند. به رغم سالها تلاشی که فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زنان، جامعه شناس ها و روانشناس ها انجام دادن، هنوز اولین سؤالی که یک قربانی تجاوز یا تعرض جنسی پس از روایت کردن اون چه بر سرش اومده باهاش مواجه میشه اینه که چرا گفتی؟ واقعیت اینه که به نظر من اولین حق هر قربانی این هست که شانس گفتن داستانش رو پیدا بکنه. پرسیدن این سوال چرا گفتی هیچ فایده جز ایجاد عذاب وجدان، ناامنی و احتمال باور شدن در قربانی تجاوز هیچ نتیجه دیگه ای نداره. واقعیت اینجاست که قربانیان تجاوز باید روایت هاشون رو مطرح کنن تا اولا بتونن این کلیشه ذهنی ناخوشایند که قربانی تجاوز خودش مجرمه یا حداقل در جرم صورت گرفته سهمی داشته به دلیل لباسی که تنش بوده، جایی که بوده، رفتاری که داشته رو بشکنن. از طرف دیگه قربانیان تجاوز به این وسیله میتونن همدیگر رو پیدا کنن، روایت های هم رو بشنون و بدونن که خودشون تنها کسانی نیستن که قربانی این اتفاق ناخوشایند هستن، هم دردان دیگه هم در دنیا دارن. در ادامه بحث های بالا گرفته درباره ضرورت شکستن سکوت پس از روایت های خبرنگاران زن، بسیاری دیگه هم در شبکه های اجتماعی از داستان های خودشون گفتن. شماری از این روایت ها چنان که گفتم به دست ما هم رسیده. تعدادی از این روایت ها افرادی رو با درجاتی از سرشناسی هم متهم میکنند. بی بی سی به جزئیات موارد مطرح شده دسترسی نداره و در حال حاضر نمیتونه صحت اونها رو تایید کنه. بسیاری از این روایت ها باید به سیستم قضایی ارائه بشن و بعد از طرح اتهام درباره اونها تحقیق بشه. این یک چالش بزرگ پیش روی رسانه‌ها و سیستم‌های قضایی جهانه برای بررسی روایت‌های آزار جنسی، به ویژه که از اون هم زمان زیادی گذشته باشه. از دشواری‌های بررسی روایت‌ها اینه که در بسیاری از موارد تعرض و تجاوز در خلوت رخ میده بدون هیچ شاهدی و شوک ناشی از اون ممکنه تا مدت‌ها قربانی رو ساکت کنه. ادله و مدارک مرتبط با گذشت زمان ممکنه نابود بشن. پس در موارد این چنینی چه باید کرد؟ چه حمایت ها و چه ساز و کارهایی رو میشه در نظر گرفت که روایت ها مطرح و اتهام ها منصفانه بررسی بشن و قربانیان فشار مضاعفی رو تجربه نکنند؟ خب در واقع سوال شما حتی در مواردی که بلافاصله
بعد از تجاوز قربانی اقدام میکنه ممکنه پیش بیاد. برای مثال در واقع فرد که مورد تجاوز قرار گرفته مراجعه کنه به نظام قضایی و خب در قوانین ایران اساساً مشکلات جدی در این موارد وجود داره. در آن سوی جهان هم جنبش میتو یا من هم تلاش داره بستر رو برای روایت آزار جنسی فراهم کنه. اون هم البته با چالش‌های مشابه روبروه. با این حال همین هم شاید روزنه‌ای باشه از امید برای کسانی که هدف آزار و اذیت قرار گرفتند و بار گناه دیگران بر روی روحشون سنگینی میکنه. شبنم شعبانی بود. ونوس و سارینا دو کودک همسن و همبازی هستند، اما در شرایطی متفاوت از اکثر کودکان در بازداشتگاه پناهجویان در آتن یونان. هر دو بعد از اعتراض خانواده‌هایشان در مقابل دفتر کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل به بازداشتگاه منتقل شدند. بی بی سی فارسی به تصاویر اختصاصی از داخل بازداشتگاه آمیگدالزا در آتن نصب پیدا کرده و پرهام قبادی پای صحبت‌های این کودکان و خانواده‌هایشان نشسته. این ونوس است، دختر 8 ساله ایرانی در آتن پایتخت یونان، اما محبوس در بازداشتگاه پناهجویان همراه پدر و مادرش. آرزوهای ونوس اما از جنس دیگری است، با بسیاری از همسن و سالهایش متفاوت. و من دوست دارم طراح لباس بشم و من دوست دارم رقص باله یاد بگیرم و دوست دارم زبان یاد بگیرم و دوست دارم یه ساله که واکسنمو نزدم و نرفتم مدرسه و اینکه الان خیلی ناراحتم چون که تو همچین محیطی هستم که خیلی بده. و نقاشیش دو دنیای مجزا را نشان می‌دهد، زندان فعلی و خانه رویاهایش. که الان اینجا هست و این چیزیه که دوست دارم باشم تو خونه زیبا. ده روز است در بازداشتگاه آمیگدالزا در آتن گرفتارند و این همبازی ونوس، سارینا، دختر 7 ساله افغان. سارینا هم با مادر بزرگش اینجاست، بعد از انتقال از یکی از جزایر یونان. او که خواست هویتش فاش نشود، میگوید بعد از مراجعه به دفتر کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل به اینجا منتقل شده. خانواده ونوس هم دقیقاً به همین دلیل اینجاست. اعتراض در مقابل دفتر سازمان ملل به دلیل دریافت نکردن حقوق پناهندگی. مادر ونوس میگوید این بار دوم است که بازداشت شدند. از بعد ورود که یک ماه ما رو بازداشت کردن، من باردار بودم، هیچ بیمارستانی من رو پذیرش نکرد به خاطر شرایط روحی بدی که داشتم. فرزندم مرد، شکمم و سخت شد. احسان همبازی دیگر ونوس است، پسر 5 ساله افغان که جای بازی در فضای آزاد در این محوطه محصور بازی می کند. سلام آقا احسان. سلام. اینجا کجاست؟ اینجا زندان. اینجا رو دوست داری؟ نه. از سرگرمی های ونوس و سارینا تماشای بازی پناهجویان دیگر است. در آن سوی حصار و در بازداشتگاه همجوار هزاران پناهجو هستند که یا ماه هاست منتظر جواب درخواست پناهندگی هستند یا درخواستشان رد شده و در انتظار استردادند. البته همیشه دیدن آن سوی حصار فلزی سرگرم کننده هم نیست. این ویدیو مربوط به چند روز پیش است. ببینید بچه‌های کوچولو بعد کجا باشن. وسط ایموش مجرم که هر دقیقه دعوا دارن. ببین بچه‌ها وحشت کردن. ما رو اینجا. و این تصاویر امروز. فریاد اعتراض پناهجویان. از اینجا با قایق داریم میریم پیش انگلیس. برای ونوس هم گویا یونان پایان مسیر نیست. دوست دارد به بریتانیا برود، جزیره ای در آن سوی قاره اروپا. بارون آمد، نه ما باید بریم یه جایی.
ونوس در بازی گرفتار است که خودش انتخاب نکرده، اما در عالم کودکی آینده‌ای روشن را برای خودش ترسیم می‌کند. پرهام قبادی، بی بی سی. شایان شکرابی آهنگساز و نوازنده پیانو در گروه موسیقی دال که پزشک هم هست، از صدای ضربان قلب در عارضه‌های قلبی در تنظیم آهنگ‌های شناخته شده ایرانی استفاده کرده. بخشی از این آثار رو با هم می‌شنویم، ضمن اینکه در این ویدیو آقای شکرابی هدفش از تنظیم این قطعات رو هم توضیح میده. شایان شکرابی هستم، آهنگساز و نوازنده پیانو. استاد قلبمون اومد و شروع کرد صداهای معاینات قلبی رو به ما آموزش دادن، صداهایی که هر کدومش برای بیماری خاص قلبی بود. همون موقع که داشت این ریتما به گوشم میخورد، به خودم گفتم که چقدر جالب میشه اگر اینا رو بتونم با موسیقی تلفیق بکنم. هر گونه تغییر در آناتومی قلب میتونه صداهای آسیب شناختی قلب رو ایجاد بکنه که ما از طریق گوشی پزشکی استتوسکوپ میتونیم این صداها رو بشنویم و بیماری های مختلف رو از همدیگه افتراق بدیم. شاید بتونه حتی این تلفیق شدنش با موسیقی کمک بکنه که جذابتر بشه و دانشجوهای پزشکی و پرستاری بتونن راحتتر این صداها رو یاد بگیرن. اول با خودم فکر کردم که این آهنگ ها باید در خدمت اون ریتم قلبی باشه، یه جوری که اون ریتم رو تداعی بکنه، و گفتم چقدر خوب که بتونم از نواها و آهنگ های معروف موسیقی اصیل ایرانی استفاده کنم که تو ذهن بچه ها دانشجوها باشه و براشون بتونه راحت تر تداعی بکنه. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب ما تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید.